جنبش زن زندگی آزادی سرودها و ترانه های اعتراضی بسیاری سروده شدند. گروه کور لیبرتی اسلو سرودهای حماسی که در ایران سروده میشن رو همخونی میکنه. به گفته اعضای این گروه سرودهایی که لیبرتی انتخاب میکنه نمایانگر صدای بچه های کف خیابون های ایرانن. شما صدای اونا رو از حنجره اعضای این گروه میشنوید. امروز با دو تا از اعضای این گروه گفتگویی داریم. امیل شاملو و رویا مومنی. من نسیم روشنی هستم و از رادیو زمانه در آمستردام در خدمتون هستم. سلام، خوش اومدی. روز بخیر میگم. سپاسگزاری میکنم از اینکه وقت گذاشتین برای ما. مرسی. عالی. خب من سوال اول رو از آقای شاملو شروع میکنم. سرودخونی اصولاً یک هنر اجتماعی است. در همین دو سال گذشته قبل از اینکه این جنبش آغاز بشه، همخوانی‌ها در ایران با اقبال زیادی روبرو شده بود. مثلا میشه به همخوانی ترانه آرام آرام رضا ملکزاده اشاره کرد یا میشه به بهت قول میدم محسن یگانه اشاره کرد. اما حالا توی موقعیت انقلابی هستیم. تجربه شما از همخوانی چیه و در موقعیت‌های مثل موقعیت کنونی کلن همخوانی چه مزیتی داره بر تکخوانی؟ احساس من اینه که ما توی جامعه ایران از اون حالت فردگرایی داریم تبدیل به گروه و دسته میشیم. یعنی انسان‌های ایرانی‌های به این احساس رسیدن که ما از این فردگرایی دیگه بسمونه، باید گروه بشیم. هر احساسی داریم، هر کاری که میخوایم انجام بدیم، اینو باید توی گروه انجامش بدیم. و همونجور که خودت گفتی، مثالای زیبایی که زدی، اونا نشون دهنده این هستن که آدم‌ها دیگه دوست دارن به این سمت برن، از فردگرایی به قولی خسته شدن. حالا این کار، این احساس جمع بودن خودشو خیلی زیباتر نشون میده زمانی که هنر در این مطلب خلاصه کمکش بکنه. حالا کلمش تو ذهنم نیست، ولی میخوام بگم که موقعی که همینجوری که خودتون میدونین یه سولیست، یه کسی که تنهایی میخونه، اون احساس خودش و اون که چیزی که در درون خودش داره رو میتونه دقیقاً اعمال بکنه، بیاره روی صفحه به مخاطب نشون بده. حالا این احساس وقتی که به تعداد زیادتری بشه، وقتی که ما توی گروه کور میخونیم، وقتی ما 10 نفر هستیم اونجا وای میسیم، راجبه یه احساس، راجبه یه انتخاب که توی ایران شده داد میزنیم، اون چیزی که بچه های کف خیابون ایران میخوان، اونو از صدای، از چیزی که اونا میگن داریم براشون بازگو میکنیم، این به نظر من نهایت همدردی، همفکری و همکاریه. حالا اگه چیز دیگه ای رویا جان تو ذهنش میرسه حتما بگه. این چیزی بودش که من تو ذهنم اومد الان گفتم. مرسی. بله بفرمایید رویا جان. بذارین من اینو اینجوری بگم، کاش که یه دلتنگی هم مثل عشق ریختن بود. یعنی خیلی راحت میتونستیم با اون دلتنگی که تو سینمونه با ریختن عشقامون سواکش کنیم و مجبور نبودیم این کوله تجربه‌ای که بسیار سنگینه و سالهاست رو دوشمونه مرتب با خودمون این ور اون ور بکشیم. به خاطر دوری که از وطن داریم و تو حالت ناچاری و سردرگمی و درد و انزجار و خشمی که برای ایرانیان خارج از کشور فکر میکنم بیشتر وجود داره، چون اینجا ما تنها راهکارامون اینی که فقط تو خیابون باشیم و تو تظاهرات هایی که مجوز میگیرن و ما اجازه میدن حضور پیدا کنیم، این درد خیلی سنگین تره، چون ما هر روز وقتی گوشی های تلفنمون رو باز میکنیم فقط شاهد اتفاقات دردناک، داغ خانواده ها و متاسفانه سوگواری هایی هستیم که خسته ایم، سال هاست خسته ایم از بس که با یک جمله تسلیت هموطن تلاش کردیم که این همدردی رو داشته باشیم. این همخوانی به ما این جرأت رو داد که تمام این تجربیات تلخ رو فریاد بزنیم و اگر میگیم که
دوست داشتیم گروه لیبرتی این هدف رو گذاشت که فریاد بچه های کف خیابون ایران باشه، به این دلیل بود که ما هم فقط در اینجا صدا هستیم و فقط از طریق همین صدا بود که میتونستیم کمک کنیم تمام جوامع و دولت های اروپایی رو زوم کنن روی این مطلب و نگاه کنن اتفاقاتی رو که در حال حاضر تو ایران داره رخ میده، و امیدوارم که تو این اتفاق و این هدفی که داریم تونسته باشیم یه نقش کوچیکی رو ایفا کرده باشیم. خانم مومنی، من دوباره از شما سوال بعدی رو میپرسم، شما ادامه بدیم گفتگومونو. پیش از این آرش فولادوند که رهبر ارکستر پاریس هست یک گروه کور تأسیس کرد و با بازخوانی برخی ترانه‌ها به شکل همخوانی آثار ارزشمندی آفرید. گروه های کور کلن در فرهنگ مسیحی ریشه دارند. شما که خب در این کشور هستین، تا چه حد از فرهنگ کشور میزبانتون تأثیر گرفتید؟ بذارین من اینو یه جوری کامل ترش کنم. درسته که گروه های کور کلیسایی در کشورهای اروپایی و خارج از کشور همیشه بودن و سالها خدمت دارن، ولی اگه ما خوب به این مسئله نگاه کنیم، ما در فرهنگ باستان جشنهای باستانی رو داریم که هزاران سال قدمت داره. من اشاره میکنم به صراحت به دو شب قبل که جشن سده در ایران برگزار شد و این جشن قدمت 7000 ساله داره. فرهنگ ایران آمیخته از کارهای گروهی و همخوانیهای که هزاران سال قدمت داره. شما اگر نگاه کنین، ما هنوز بخشهایی از این فن و هنری رو که تو ایران باستان ریشه داره داریم با خودمون حمل میکنیم. شما اگر به رقصهای کردی، رقصهای بلوچی، رقصهای لوری، همخوانیهای کردی، همخوانیهای لوری دقت کرده باشین، ما از ایران باستان اینها رو با خودمون آوردیم. و من فکر میکنم اتفاقی که اینجا افتاده تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری نیست، یک چیز مشترکه و یک شناخت و لمس مشترک. چون این لمس مشترک وجود داره و در واقع جامعه نروژ به دیدن کورهای کلیسا که نام خداوند رو برای جلالش، برای صدایش در عشق فریاد میزنن، این شناخت، این اجازه رو به ما داد که خیلی راحت تر بتونیم به قلبها نفوذ کنیم، چون شناخته شده بود و قابل لمس. شما اگر این مدت که مطمئنم که رویت کردید و دیدید، مثل ترانه شروین حاجی پور، برای اکثر کشورهای اروپایی با اینکه لزوماً باید مترجم می‌گرفتن، باید آهنگ رو، شعر رو لمس می‌کردن تا بتونن اجرا کنن، بسیاری از کشورها با زبان خودشون این درد رو منتقل کردن. پس این نشون میده ما یه چیز مشترک داریم. خیلی هم مهم نیست که الان کدوممون از کدوممون تأثیر گرفتیم، مهم اینه که بچه مشترکی داریم که امیدواریم این بچه مشترک کمک کنه که ما روز به روز پیشرفت بهتری داشته باشیم. ممنونم. امیل جان، نظر شما چیه؟ میخواستم من تشکر کنم از رویا که به مطلب خوبی اشاره کرد و اضافه بکنم بهش که من شخصا توی اینجا توی گروه کور نروژی هم میخونم و تجربه‌ای که من دارم از اتفاقاتی که اونجا میفته دو تا چیز بوده. یکی این که این سازماندهی این گروه به چه شکلی بوده توی اون گروه نروژی و ما باید حالا چجوری توی این گروه کور ایرونیمون اینو سازماندهیش بکنیم، چون که همونجوری که خودتون میدونین ما ایرونیا معمولا تجربه کار گروهی نداریم. به این دقت میکنین، ما ایرونیا تجربه کار گروهی نداریم. به همین دلیل خیلی از بچه‌هایی که میان اینجا کار میخوان بکنن برای ایران، ایرونیا که با هم جمع میشن یه ذره با هم اختلاف سلیقه پیدا میکنن و از هم جدا میشن. خب من فکر میکنم این خیلی جالبه، به خاطر اینکه این خود این اتفاق جدا شدن ما رو به یه پله بعدی میرسونه که خیلی خب حالا من رفتم جدا شدم، سعی کردم نشد، حالا چیکار کنم، یه چند ماه دوباره دست تنها دوباره برگردم دست به دست بدم. همین اتفاقی که افتاد توی
اینجا توی اسلو بچه های گروه های متفاوت اومدن از کار گروه لیبرتی کور اسلو خواستن که بیاییم ما براشون بخونیم. بعد از چند وقت اینا از هم جدا شدن. حالا دوباره من دارم میبینم که اینا دارن باز برمیگردن به هم دیگه ارتباط میگیرن. یعنی اعلامیه هایی که به میدن میفرستن بیرون نشونه دهنده اینه که 3 تا گروه 4 تا گروه دوباره با هم دست به یکی کردن برای هدف مشترک، دارن این کار رو انجام میدن. من خیلی خوشحالم و باز برمیگردم به سوالی که کردی که چه تجربه ای داری. من از این جهت بهش نگاه میکنم که اون سازماندهی، اون کاری که توی اون گروه های نروژی انجام میشه رو من تونستم بیارم توی گروه لیبرتی کور اسلو خودمون و اینو بهش سر و سامون بهتری بدیم. مرسی. مرسی. حالا چی شد که اصلا دور هم جمع شدین و همدیگر رو پیدا کردین تو این گروه؟ یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، اونم این بودش که من و همسرم رفته بودیم برلین برای همایش برلین که چقدر زیبا بود. من از اونجا خاطره بسیار دارم، حالا امیدوارم یه جلسه بشه بتونم از اون خاطرات برای کسایی که نبودن تعریف کنم. ولی اساس این داستان این بودش که ما بچه‌هایی که رفته بودیم برلین اونجا همدیگر رو پیدا کردیم. توی برلین انسان‌ها که می اومدن هممون ما ایرونی‌ها احساس می‌کردیم که من با تو که نمی‌شناسمت دردم مشترکه، چی کار بکنیم. تو راه برگشت که داشتیم برمیگشتیم از برلین، اون همه اتفاقاتی که افتاده بود بماند، تو راه برگشت توی هواپیما توی اتوبوس بچه‌هایی که اومده بودن همه با هم ارتباط گرفتن. توی این ارتباطا کی بچه چی کاری میکنه، چه کاری بلدی بکنی، چی کار میتونی انجام بدی، این شد که من با بچه‌های دیگه صحبت کردیم که آقا من موزیسینم، دوست دارم بخونم برای ایران، تو دوست داری بیای کار موزیک انجام بدی؟ و همین ترتیب این استارتش بود. این استارتش بود و با چند تا بچه ها صحبت کردیم، ما رو گذاشتن توی گروه، اون گروه نشد. دوباره ما بچه هایی که فقط میخواستیم کار گروه سرود و موزیک رو انجام بدیم اومدیم یه جای دیگه تشکیل گروه دادیم، برای خودمون صفحه فیسبوکی درست کردیم. حالا راجبش اگه خواستی سوال کردی جواب میدم حتما. و به این ترتیب تونستیم این گروه رو استارت محکمی براش بزنیم. الان هم در حال حاضر 7 نفر ثابت داریم، بچه هایی که خوبن، صداهای خیلی خوبی دارن و گوش های خیلی خوبی دارن، چون خیلی مهمه وقتی تو توی گروه سرود میکنی گوش دقیقی داشته باشی بتونی گوش بدی. حالا اگه رویا جان چیزی داره حتما اضافه بکنه، چون دیگه من این چیزی که خواستم گفتم. بله بفرما رویا جان. امیل خیلی به زیبایی گفت لیبرتی با یه درد مشترک اتفاق افتاد. شما خودتون خارج از کشور زندگی میکنین و بسیاری از شنونده هاتون خارج از وطن دارن زندگی میکنن. روزهای اولی که در واقع انقلاب مهسا امینی شکل گرفت با اون حجم اتفاقات سنگین که هر روز صبح چک خبر و حتی باز کردن گوشی‌های موبایلمون برامون بزرگترین وحشت و کابوس بود که امروز چه خبری هست، امروز چی شده، امروز دوباره کیو گرفتن، کی قرار محاکمه بشه، کجا به کی تجاوز شده، چه بچه‌ای کشته شده، الان خانواده‌ها تو چه حالی هستن، نگران خانواده‌های خودمون بودیم، قطعی اینترنت. این رو همه ایرانی‌های خارج از کشور تجربه کردن تو اون روزها که تبدیل شد به درد مشترک. و اون این بود که ما مرتب تو نگرانی، دلهوره و اندوه درونی به کار می بردیم. شما اگه یه ظرفی رو تجسم کنیم ما فقط هر روز ترک می خوردیم، یعنی با هر خبری با هر اتفاقی یه ترکی به ترکهای ما اضافه می شد و تبدیل شده بود عموم ما خانوم هام که نظر احساسی مقدار حساسیت بیشتری داریم تبدیل شده بود به اشکهای هر روزه. و وقتی که این شعار اگر که دوریم از وطن کنار تیم این هموطن شکل گرفت و داده شد، دقیقا اونجا بود که
ما احساس کردیم لزوم این هم بستگی و کنار هم بودن ها با تمام اختلاف نظرها، ایدولوژی ها، فرهنگ ها، ملیت های مختلفی که داریم باید به یک چیز مشترک تبدیل بشه و این درد مشترک تبدیل شد به لیبرتی کروسل. ما هم تو همین اتفاقات اخیر و تو این تقریبا 90 خورده ای روز اخیر که کنار هم هستیم و مرتب با هم تمرین میکنیم، ما هم این تجربه فراز و نشیب ها رو داشتیم، بهمون اضافه شده، از همون کم شده، با هم اختلاف نظر داشتیم، ولی چون هدف مشخص بوده و هدفمون این بوده که صدای فرزندان ایران رو به تمام سیاستمداران، دولتمداران و تمام افرادی که اینجا نشستن و به صراحت میتونیم بگیم که تصمیمات اونها نقش بسیار مهمی در حمایت از مردم ایران داره، سبب ساز این شکل گیری شد و ما امروز تبدیل شدیم لیبرتی کور اصول. الان یک خانواده است، فقط یک گروه کور انقلابی نیست. واقعا احساسی که بین ما جاری هست و ارتباطی که با همدیگه داریم دقیقا مانند یک خانواده است و تو تنهایی ها، تو نگرانی ها و توی تمام اتفاقاتی که میفته برای هر چیزی ما در کنار هم و با هم تصمیم میگیریم. هیچ فردیتی در این گروه وجود نداره و تمام اتفاقات به طور اجماع و گروهی تصمیم گیری میشه و این بسیار زیباست و امیدوارم که متداول باشه و دوامش ریشه های قوی داشته باشه. مرسی. و امیل جانی سوال از شما میپرسم. گروه کور برخلاف تکخانی به رهبری و تمرین نیاز داره و شما گفتید که خودتون در گروه کور نروژی بودین و خوب تمرین داشتین. برای شکل دادن به گروه کور خودتون، این گروه کور به فارسی، شما از چه امکاناتی تونستین برخوردار بشین و خب خود شما هم تجربه داشتین، شما یک کمی اگه میشه توضیح بدین راجع به اینکه چجوری از امکانات فنی و تکنیکی استفاده کردین؟ حتما. در ادامه حرف رویا جان باید اینو بگم که واقعا حرف درستی میزنیم. ما به خانواده الان تشکیل بیشتر شبیه شده که در واقع فکر بکن الان ما هر جمعه به طور ثابت ما الان تمرین داریم، 2 ساعت و نیم 3 ساعت جمعه تمرین داریم و غیر از اون داخل هفته هر کسی برای خودش یه قسمتی رو که باید برای هفته آینده انجام بشه رو تمرین میکنه، فیلم میگیره، میذاره توی گروه، بچه های دیگه نگاه میکنن، حالا اگه ایرادی داره بهش کمک میکنن و به هر ترتیب. این یه کال، اون قسمتی که ما هر روزه باهاش درگیر هستیم. یعنی فکر بکن که 3 ساعت توی جمعه و 4-5 ساعت هم روزهای مختلف دیگه چقدر تو رو درگیرت میکنه با یه مطلب. این از این قرارش. بعد به خاطر اینکه ما این کارو درست انجام میدیم، گفتم اونجا برات گفتم که نسیم جان که ما برای اینکه اینو یه کار خوبی پیشرفت به انجام بشه و بتونیم تو آینده اینو نگرش داریم، مجبور بودیم که یه سازماندهی خوبی داشته باشه. به همین ترتیب ما رفتیم دنبال آدمایی که این کارن. در وهله اول ما یه کسی احتیاج داشتیم که رهبریت این گروه کورو به عهده بگیره. توی نروژ تنها کسی که وجود داره و متخصص این کاره، میگن همیشه برو برای هر چیزی متخصصش رو پیدا کن، آقای میرسعید پناه هستن. ما باشون صحبت کردیم، ایشون اومدن یه بار گروه ما رو دیدن، پیمون قلایی دادن. الان در حال حاضر چون درگیر نوشتن یه پروژه بزرگ هستن فرصت ندارن، ولی دورا دور با ما کمک میکنن. من و سرگروهمون باهاشون ارتباط مستقیم داریم. بعد ما به خاطر اینکه این همونجوری که گفتم شکل بدیم به این سیستم، از موزیک و از موزیسیانی قدیمی و پر از تجربه آقا جلال قباد استفاده کردیم. ایشون بهمون توی موزیکا کمک میکنن. سرگروه ما خانم انوشه شیرازی رهبریت این گروه در دست دارن و اعضای ما تشکیل شده از 6 نفر 7 نفر الان هستیم ثابت. البته این منو
تو ذهنم سوال به وجود آورد، چون یه نفر دیگه هم در حال اومدن توی گروه هستش. حالا اگه چیزی دیگه رویا جان شما تو ذهنت هست بگو که. بله بفرمایید. به طور کامل امیل جان توضیح داد که در واقع گروه لیبرتی یک گروه خودجوش بود که در ابتدا واقعا با رهبری و قلب بزرگ آقای جلال قباد که در زمینه موزیک ما رو همراهی کرد پیشروی کرد. آقای قباد زحمت تمام نوت‌ها رو می‌کشند، حالا کار آهنگ رو انجام میدن، عموماً کارهای ضبط شده رو برای ما میارن سر تمرین مرتب، چکاب صدا یا اینکه، چون من این رو خیلی راحت و با افتخار میگم اکثر اعضای گروه لیبرتی کور اسلو ما بچه‌های کاملا آماتوری بودیم که غیر از تعداد کمی از بچه‌هامون شاید از این تیم 7 نفره فقط 3 نفر یا 4 نفر اطلاعاتی از موزیک داشتن و در زمینه موزیک کار کرده بودن، مثل امیل جون، خانم انوشه، آقای جلال قباد. بقیه ما اکثریت افراد آماتوری بودیم که معمولا فقط کار صدا کرده بودیم، حالا یا کار دکلمه کردیم یا مثلا گزارشگر رادیو بودیم یا هر چیزی، کارهای اینجوری انجام داده بودیم. اصلا در زمینه موزیک، موسیقی، نوت‌خوانی و اینکه خودمون رو هماهنگ کنیم با خوندن گروه تجربه ای نداشتیم. این عشق، اون لطفه باعث شد که بچه هایی که تجربه رو داشتن واقعا یه تایمی اکثر ما بچه های آماتور رو با خودشون همراه کنن تا این گروه به صورت انسجام و یه کاری زیبا در بیاد. و من فکر میکنم همین قدم های اولیه که ما در کنار هم برداشتیم با دستای خالی، از هیچ جا ما حمایت نمیشیم، این کار کاملا قلبیه، عشقیه و همه ما در ازای وقت و زمانی که میذاریم فقط امیدواریم که بتونیم صدای بچه های ایران باشیم، ما به این مدل شکل گرفتیم و من مطمئنم که در آینده اتفاقات خوبی خواهد افتاد. هرچند بزرگترین آرزوی ما اعضای بچه های گروه لیبرتی کور اسلو اینه که هر چه زودتر ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم و ما قول میدیم که اون موقع هم این گروه لیبرتی کور اسلو برای سایر گروه ها، ملیت ها و تمام افرادی که در زمینه حقوق بشر ظلمی بهشون میشه یا صدایی نیاز دارن، صدای اونها باشیم. ولی امیدوارم تو این روند با توجه به این که لیبرتی کور اسلو پیج فیسبوکی هم داره، لینکش همون لیبرتی کور اسلو، عزیزانی که دوست دارن ببینن اصلا ما چه کاری انجام بدیم، کجا کار کردیم، در واقع این تجربیات به چه تصویر و صدایی تبدیل شده، ما رو سرچ کنن، ما رو حمایت کنن و امیدوارم که بتونیم روز به روز پیشرفت داشته باشیم و کارهای بهتری رو ارائه بدیم. خب خانم مؤمنی، من از با شما ادامه میدم سوال بعدی رو. توی این مدت حدوداً گفتید 90 روز چه کارهایی کردین، چه سوردهایی رو اجرا کردین؟ یک کمی راجع به فعالیتایی که کردین هم شما و هم آقای شاملو لطفاً یک کمی توضیح بدین. ولی اول با شما شروع می‌کنیم. ببینید، در ابتدایی که انقلاب نوپای ایران شکل گرفت، حقیقتش اینه که ما فقط برای اینکه صدای بچه‌های ایران باشیم تو خیابون بودیم. هیچ وقت این رو فراموش نمی‌کنم. یکی از عزیزان گروه اون روز گفت هر جا که اعلام تجمع، تظاهرات یا گرد همایی، هر جایی که اعلام کردن ما باید باشیم، فقط برای اینکه صدای بچه‌های ایران باشیم. روزهای اول برای اینکه به هم انرژی بدیم، حتی به هم میگفتیم کافیه باشیم و جیغ بزنیم، بگیم که ما هستیم، ما ایرانیم و ما در کنار تمام هموطنانمون هستیم و شما هم باید ببینید اتفاقات ایران رو، باید بشنوید صدای بچه های ایران رو. تو روزهای اول این بود تا اینکه ما با تمام تجمعات و اعتراضها همراه شدیم، تو بیشترین اعتراض ها و تجمعات حضور داشتیم. ما از مارش نوازی شروع کردیم، یعنی حتی جایی که امکانات صدا برای ما وجود نداشت برای اینکه کارهای گروهی رو اجرا کنیم، تمرین مارش انجام دادیم و سعی کردیم که تمام این تجمعات با مارش نوازی و ایجاد صدا، صدای محکمتری برای فرزندان
ایران باشیم. توی کلیسا، چندین کلیسا دعوت شدیم که همین سرودهای انقلابی رو اجرا کنیم. با اکثر احزاب، کانون‌ها و گروه‌ها همکاری کردیم، برای اینکه معتقدیم ما یک گروه آزادی هستیم که برای ایجاد یک ائتلاف، یک اتحاد برای رسیدن به یک ایران آزاد در برابری و شادی باید در کنار هم قرار بگیریم. و در تمام طول این مدت با تمام گروه‌ها و احزاب، سازمان‌ها، ارگان‌ها، کانون‌ها، سازمان‌های نروژی، کلیساها، هر جایی که به ما این پوان رو داد که بتونیم صدای بچه‌های ایران باشیم، حضور پیدا کردیم و تمام تلاشمون رو کردیم که بهترین باشیم. امیدوارم که این روند با دلگرمی‌های بیشتر و اضافه شدن افراد بیشتر که به گروه لیبرتی اضافه میشن، این دلگرمی روز به روز بیشتر بشه و ما این امکان رو داشته باشیم که در قربت بتونیم شناخت بیشتری از هموطنمون داشته باشیم. مرسی امیل جان، ادامه بدین. مرسی که رویا جان نکته های خوبی رو ذکر کردی. من برای ادامه حرفات، چیزی که تو ذهنم اومد این بودش که گروه کور لیبرتی اسلو رو همونجور که رویا جان گفته جستجو بکنن، کسی که میخوان ببینن کارهای قبلی ما رو پیدا بکنن. اونجا فیلم هایی گذاشتیم از کارامون که میتونن آشنا بشن. و همونجور که رویا جان گفت، ما سوالی که برای خودمون به وجود آوردیم، ما با کی میخوایم همکاری بکنیم، با چه کسایی میتونیم همکاری بکنیم، و به این جواب رسیدیم که هر کسی که حرف صدای بچه های ایران باشه، بخواد کمک بکنه، ما باش هستیم. هر کسی که بخواد مبارزه بکنه، ما پشتشونیم و انجام میدیم. از شهرستانهای نروژ از ما درخواست شده که بریم با براشون برنامه انجام بدیم. من در حال حاضر دارم صحبت میکنم با بچه های لندن که بتونم باشون هماهنگی بکنم. هنوز 100% نشده، ولی این امکانش وجود داره که ما رو دعوت بکنن. در صورت ما دنبال صداهای خوب هستیم که بیان توی گروهمون بهمون کمک بکنن که ما صدامون رساتر باشه. دنبال بچه هایی هستیم که دوست دارن بخونن، بیان با ما باشن. و دنبال کسایی هستیم که دوست دارن نسبت برای ایران کار بکنن و ما رو دعوت بکنن، ما هم در خدمتشون باشیم. خیلی هم عالی. این فعالیت هایی که از آغاز شکلی این گروه انجام دادین، برای خودتون به عنوان یک فرد چه رهاورد مثبتی داشته؟ چه چیزی به شما اضافه کرده؟ چه حسی داشته؟ چه ارزشی داشته؟ با من هستیم. بله. شما ادامه میدیم و بعد از خانم رویا. مرسی. برای من شخصا خیلی جالب بوده، یعنی من احساس میکنم یه آدم دیگه شدم. اولا که همونجور که بهت گفتم توی آلمان که بودیم، اصلا این احساسی که من توی خارج از کشور 25 سال زندگی میکنم، این احساسی که قبلا داشتیم میرفتیم توی جاهایی که ایرون آدم ها هستن، صدای ایرونی میشنفتیم، خودمونو قایم میکردیم. ولی الان در واقع متفاوت شده، یعنی برعکس شده. توی آلمان که بودیم، جای همتون خالی، هر ایرونی که رد میشد فکر بکن 100,000 نفر توی اون شهر بودن اون روز. وقتی که میامدن توی فروشگاه که میدید صدای ایرونی میاد، همه دست بلند میکردن، آقا سلام، به امید پیروزی، همینجوری. یعنی به همین راحتی این احساس رو من میگرفتم که من اصلا یه انسان دیگه شدم. این آدم ها کجا بودن؟ اینا فامیل من هم، اینا دوست من، اینا احساس من هم. به همین دلیل الان من فکر میکنم از 4 ماه پیش که این اتفاق افتاد تو ایران، ما شروع کردیم و استار زدیم و بچه های دوست هم الان تو این گروه کار میکنیم، یه آدم دیگه شدم. خیلی کار دست جمعی ایرونی رو یاد گرفتم، چون من تا حالا مثل خیلی از ایرونی های دیگه تا حالا کار دست جمعی با ایرونی ها نکرده بودم. این برای من یه پله خیلی بزرگی بودش. در وهله اول این بود، و در وهله دوم که این خانواده گروه کورو پیدا کردم.
حتما فیلمایی دیدین که راجع به گروه های کور ساخته شده. اگر ندیدین حتما جستجو کنین، پیشنهادتون میدم که ببینید چه اتفاقاتی میفته. توش غم هست، شادی هست، عشق هست، به هر ترتیب، یعنی هر یه جامعه کوچیک آوردن در واقع توی یه گروه کور فشردش کردن و شما توی گروه کور یه همچین چیزی رو تجربه میکنید. به همین دلیله که از بچه هایی که این توی اصلا هستن دوست دارن بخونن، دعوت میکنم همینجا که بیان به این گروه ما بپیوندن. مرسی. رویا جان ممکن شما هم به همین سوال پاسخ بدی؟ امیل به زیبایی این رو بازش کرد، ولی از تجربه میگید، بذارین یه مقدار فراتر از گروه کور بریم و اتفاقاتی که برای خانواده ی لیبرتی افتاد و ما رو کنار هم مچ کرد. زیباترین بخشش اینه که خب یه وقتایی یه جاهای فراخوان داده میشه، کشور دیگه اعلام میکنه حمایت لازم داره، یا جلوی سفارت ایران مثلا بچه‌ها سر کار هستن. زیباترین بخش این اتفاق اینه اینقدر به زیبایی این تقسیم کار و این عشق تقسیم میشه که خیلی راحت افرادی که میتونن اون خلأ رو پر کنن با عشق جایی کسایی که نیستن حضور پیدا میکنن. یه چیزی که بین بچه های لیبرتی الان باب شده و معمولا به هم میگیم، وقتی یه کسی یه جایی نمیتونه حضور داشته باشه و سایرین حضور دارن، همیشه میگن یک جیغ اضافه، یک فریاد اضافه هم از طرف من بزن، و این باعث شده که این عشق مستحکمتر باشه. پیرو صحبت های امیل اینو بگم، ما ایرانی ها با توجه به قدمت و دیرینه باستانی که داریم، فرهنگ اصولی که داریم، متاسفانه 44 سال نفاق، دوری، خشم، انزجار، نفرت، درد بینمون نهادینه شد و این 44 سال مخصوصا برای نسل من، نسل ما که بچه های بعد از انقلاب کثیف حکومت اسلامی هستن، خیلی چیزها رو این اجازه رو به ما نداد که یاد بگیریم، لمسش کنیم، کنار هم باشیم، بفهمیم. این اتفاقات اخیر الان به ما این اجازه رو داده. من با یک هموطنم که یک گویش و زبان دیگه داره، یک فرهنگ دیگه ای داره، یک لباس دیگه ای داره، الان این اجازه رو دارم که با میدونی اون درد مشترکه باعث شد قلبامون تو یک مسیر هدایت بشه، الان به راحتی میتونیم کنار هم باشیم، با اینکه دیدگاهامون فرق میکنه، ایدئولوژیامون کاملا با هم متفاوته. گاهن دردایی رو ملیت‌های مختلف ایرانی تجربه کردن که شاید من حتی لمسش هم نکرده باشم، فقط یا شنیدم یا اخبار کنونی منتقل شد، ولی این کمک کرد بهمون که همدیگر رو ببینیم، هم ببینیم هم دیده بشیم، و اینکه این جرأت رو بهمون داد که دیگه دست هموطن رو پس نزنیم. این ترس متاسفانه شکل گرفته بود توی این سالهای اخیر و به وضوح اکثرانمون لمسش کرده بودیم، ولی این مسیر کمک کرد که ما الان فقط حتی تو تمام ترانه هایی که ما کنار هم میخونیم، مردم رو تشویق به این میکنیم که با احساسی که میگیرن دست همدیگر رو بگیرن که این اتحاده، این وحدت، این عشق منتقل بشه، چون انرژی در جریانه و ما مطمئنیم که این انرژی کمک میکنه و این اتفاق به یک سرانجام درست میرسه. بزرگترین زیبایی اتفاقات اخیر این بود که ما مردم ایران داریم تلاش میکنیم که دموکراسی رو از همین جوامع های کوچیک تجربه کنیم و امیدواریم که این قدرت رو پیدا کنیم که بتونیم همدیگر رو روز به روز بیشتر لمس کنیم و این درک متقابل باعث بشه که در آینده ایران بتونیم گام های خوبی رو برداریم. ممنونم رویا، ممنونم امیل از همه توضیحاتتون، از گفتگوتون خیلی خوب بود. مخاطبای عزیز برید به فیسبوک لیبرتی اسلو و اگه گوش ندادید کارا رو گوش بدین و اگه خوش صدایین برین و عضو گروه بشین. ازتون تشکر میکنم، مرسی که در کنار ما بودید. سپاسگزارم از شما، ممنون از وقتی که گذاشتین، ممنون از تمام شنونده‌ها. سپاسگزارم. یا
به امید دیدار. به امید دیدارتون.